بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله. بیننده های نهایت عزیز به برنامه پیام رمضان شما را خوش آمدید میگویم. امروز ما مثل روزهای قبل باز هم آمدیم با یک پیام رمضانی دیگر و شما را به این برنامه خوش آمدید میگویم و امیدوار هستیم که تا این دم صحت و سلامتی در تن داشته باشید و از خداوند می خواهیم که همه طاعات و عبادات را که شما در شبانه روزی انجام می دهید مورد پذیرش و قبول پروردگار واقع شود. و یک نکته ای را که ما می خواهیم خواهش بکنم این است که همه ما باید در دعاهای خود، در قیام و نماز خواندن خود وقتی که دعا می کنیم، باید افغانستان فراموش نکنیم، باید دعا بکنیم که خداوند یک صلح و امنیت سرتاسری در افغانستان حکم فرما بگردانه و تا صمیمیت و زندگی آرامی داشته باشیم. امروز ما هم پیام ما در ارتباط به اخلاق پیامبر صلی الله علیه و سلم است که پیامبر صلی الله علیه و سلم در زندگی فردی قبل از بعثت چگونه زندگی داشت، اخلاق و رویه و رفتارش با ماحولش کسایی که بودن، همچنان با یاران و خانواده و فامیل و همین قصد تمام زوایای زندگی پیامبر صلی الله علیه و سلم از لحاظ اخلاقیات که قرآن عظیم الشان پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه و انک لعلی خلق عظیم، بشک که تو به برترین اخلاق آراسته هستی. و همچنان حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها در ارتباط به اخلاق پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که پرسان میشد میگه کان خلقه القرآن، یعنی قرآن اخلاق پیامبر صلی الله علیه و سلم بود. بنابراین من زیاد صحبت نمی کنم، جناب یاسینی صاحب با ما هستن. یاسینی صاحب به برنامه خوش آمدید. خوش باشین، زنده باشین. بازم رمضان خوب در سایه امن و استقرار و در سایه عبادات و اذکار و فرائض و ادا کردن حقوق رمضان و رمضان و قرآن عظیم الشان توان با یکی دیگه است، موازی باید پیش بره در رمضان. دعا میکنیم که افغانستان خدا به امن داشته باشه. آمین. و این مصائب پروردگار دور کنه. آمین. در خدمت شما هستم. یگانه آرزویی که ملت و مردم مسلمان افغانستان داره امی است که امن و امان و صلح برقرار شود این مملکت. بله. بله. بسیار زیاد تشکر از حضورتان به برنامه. در قدم اول میخوایم بپرسم که اخلاق پیامبر صلی الله علیه و سلم در جنگ و در صلح چی بود؟ احمد الله و اصلی و اسلم و رسول الله و بعد. ببینین پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم من حیث یک انسان مجسمه اخلاق بوده. بله. که از او که کس اخلاق بیشتر و اخلاقی که در عمقی کیان بشری عمق داره و باز او تبلور می آبه در سطحیت. بله. کسی دیگر نه فکر نمی کنم که در اولاد آدم دید اخلاق دارد بود. اول بدون شک جنگ احد آمد. در جنگ احد در جمال الرومات بعضی از صحابه کرام تغافل کردن و در بله روی مدینه یا در داخل مدینه تقریبا احد اوجا واقع است و جنگ شروع شد و مسلمان ها اول رفتن در شرف کامیبو بودن در جمال الرومات. صحابه کرام بعضیشان آمدن به غنیمت و 72-71 نفر شهید کردن و در کاکای بسیار عزیزی سیدنا رسول صلی الله علیه وسلم، سیدنا حمزه، سید شهدا هم بود و یک روز غم و روز اندوه بود. سیدنا عمر رضی الله عنه به مو شهامت و به مو
دلاوری و شجاعتش زیر آلاشه ششت و فکر میکرد میگه که شیطان ابن کثیر نقل میکنه که شیطان آواز را انداخت که گویا که حضور صلی الله علیه وسلم شهید شده و ای از یادش رفته بود از همه صحابه امی آیات که والله یعصمک من عبادی من الناس ای از یادش رفته بود چون جنگ بود شیطانی را منداخت و باز هزار یا دندان مبارکی در اقوال مختلف از سیدنا رسول صلی الله علیه و سلم زخمیام شده بود و چندی از اصحاب مانده بود که در گرد و بر سیدنا رسول بود و روز بسیار سخت بود حضور صلی الله علیه و سلم متاثر شد و خفه شد از صحابه خود. اینه میگن سب اخلاق قرآنی که باز آیت آمد و فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفض من حولك. اگر رحمت پروردگار نمی بود باز ای قدر لئین و ای قدر رقیق و ای قدر مملو با رفق قلب شما نمی شد یا رسول خدا. بله. اگر شما سخت طبع می بودین و شما سخت خلق می بودین مردم از دور برد شما می رفت. بله. این میگه اخلاق قرآنی در حرب. بله. هیچ وجه حضور صلی الله علیه و سلم مثلا یک اعرابی می آید به حرم مدنی و در حرم مدنی اوجا رفع ضرورت جواب میکنه. حضور صلی الله صحابه کرام میگن برشان که این مسجد است و قار میشه و غضب میشه. حضور صلی الله علیه وسلم صحابه کرام میگه که بانش حال خود کرده که کدام مریضی بری از یادم پیدا نشوه. باز برش ادب نشان میده. این میگه اخلاق قمت الاخلاق یا قله اخلاق. امیر میگه که حضور صلی الله علیه وسلم در حالتی که یک حالت بسیار شنیع نمیدید یک حالتی که در او بسیار تحت تأثیر میبود از شرایط در حروب که او هیچ وقت نه مشوره را ترک کرده نه هیچ وقت نه رواداری را برای اصحاب کرام و نه حتی از در سلم و در حرب در صلح و در جنگ هیچ وقت از دایره اخلاق خود دور نبوده بلکه دیگه عمیق‌تر میشد. هر وقت هر چقدر که شرایط سخت‌تر میشد حضور صلی الله علیه وسلم اخلاقش بسیار به طرف عملیت میرفت. دیگه خود قرآن که توصیف کرده انک لعلى خلق عظیم انک لعلى خلق عظیم معنای عزیز که عظمت که به قول پروردگار عظمت و خلق و تحقیق و تحقیق صورت گرفته چه قسم بوده باشه که او تفسیر خدا خدا میکنه و شما هم فرمودین که سیدتنا عایشه که میگه که کان خلقه قرآن معنی عزیز که اگر قرآن خلقی یک شخص باشه به معنی چی؟ که تمام محاسن کیان انسانی در وجود از او جمع شده و یک جا شده و محراق شده است. یعنی محراق این موضوع کمال انسانیت و کمال اخلاق در وجود پیامبر صلی الله علیه و سلم است. بله. یک وقت میگیریم دوباره برمیگردیم و انشاءالله در ارتباط به موضوع اخلاق پیامبر صلی الله علیه و سلم که ما باید از او چه یاد بگیریم صحبتهایی را می داشته باشیم. برگشتیم بینندگان گرامی در ارتباط به اخلاق پیامبر صلی الله علیه و سلم صحبتهای یاسینی صحبت شنیدیم. چی خوب است یاسین صاحب محترم که در ارتباط به اخلاق پیامبر صلی الله علیه و سلم با عموم مردم روابطش رفتارش چگونه بود؟ اساسی ترین نقاطی
اخلاق حضور صلی الله علیه وسلم حکمت بوده. ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه وجادلهم بالتی هی احسن. ببینی هیچ وقت از دائره حکمت سنجش تعمق تدبر نبر آمده، هر کاری را که پیش برده در دائره اخلاق به حکمت پیش برده و نگذاشته که به حرب بره. وقتی که به حرب رفته او در وقتی بوده که حلم و حکمت خلاص شده، دعوت خلاص شده، دروازه دعوت بند بوده، اسلام مظلوم واقع شده، دعوت مظلوم واقع شده. پس برای دفاع از اصالت و حقیقت و از ماهیت و از جوهر اسلام به حرب رفته، دیگه در دائره اخلاق و در واقع حکمت مبارزه خدا پیش برده. حتی اگر مجبورم شده باشند که به جنگ برن، رفتارشان در جنگ، مثلا درخت و پیرزن و کسایی که در جنگ دخیل نبودن، اونا را مراعات کردن. در قرآن آیت شریف است که فعاقبوه بمثل ما عوقبتم به. وقتی که این تفسیر عملا میکرد و تفسیر قرآن تفسیر مأثور، تفسیر قرآن و قرآن بس تفسیر عمل و فعل و قول حضور صلی الله علیه وسلم مفسر قرآن عظیم شان است. چند تان که جوع و فاقی را زده بودن ایامدن از عرنه، از عرنا آمدن و مسلمان ها که به حضور صلی الله علیه وسلم کیا را دیدن یا بطنهایش بسیار پون دیده بود، از سوی تغذی رنگایش زرد گشته بود، گفت که ما خو البانی بسیار شیر داریم و ما گشتاز زیاد داریم. این تحویل یک صحابه کرام کرد که در یک اطراف در قریه روان کرد. سه ماه بعدش همین سه نفر که سوی تغذیش رفع شد همین صحابی را شهید کرد. آمد آوازه به مدینه المنوره، 300 نفر صحابه کرام و مردم رفتن و که دیدن سه صحابه را سوختانده جسداش از ساده امی صحابی را میبخشین جسدش سوختانده. سه نفر فرار کرده و یارو پیدا کرده و پس آورده قبل از اینکه به رسول خدا صلی الله علیه وسلم یارو بیاره او را به نصف فعاقبوه بمثل ما عاقبتم ای کار کرده. حضور صلی الله علیه وسلم گفت که نه، هرگز نه، این مختص به رب ذوالجلال است که کسی را تعذیب به آتش میکنه. شما حق ندارین که این کار بکنین. ایره تعمیم بود، ایره تخصیص داد و گفت که نه، شما هیچ وقت این کار نارین، این مختص به پروردگار است که انسان اگرچه کمرای شما این کارم کرده باشه این کار رو باید نکنین. ای خلق بود، زن، طفل، راهبا و رهبانای یهودیت و نصرانیت یا کلیسا ها پروفیشنلز که میگه کسبکارا کلش مسئول بوده و امو چیزی که بعدا سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه در پرتو هدایت سبحانه و تعالی و عمل و هدایت حضور صلی الله علیه وسلم میاد کرده بود، ای دیگه در حرب یعنی در جنگ ها اولین کود آف کندکت که میگه در جنگ از این کده بیشتر هیچ وقت هیچ کس و هیچ نظام و هیچ جامعه ای را بار نیورده غیر جامعه محمدی صلی الله علیه و سلم که کار کرده. در یکی از احادیث که با روایت سیدنا براء ابن عازب است میگه که کان رسول الله صلی الله علیه و سلم من احسن الناس وجها و احسن الناس خلقا، یعنی تمام انسانایی که بوده یعنی یک روشنایی و یک خوبصورتی و یک حسن و یک جمال در روی مبارکش طوری که در روی مبارکش ظاهر بود و پیدا بود و و و و و, 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 و تشریف داشت به مو اندازه در خلقش بود، یعنی خلقش خلقی بود که مردم عاشق میشد سری الا 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 اگر معاندت شیطانی کس در مرابرش میداشت مثل ابو جهل و مثل ابو لهب چه چیزی دیگه است که او هم در فطرت انسانی نهفته است که هیچ انسان کسی را با تنفر امتحان میکنه و کسی را
به محبت. بله. انسان عادی که او معاندت نمی داشت، اگر حضور صلی الله علیه وسلم به روی مبارکش روبروی می شد، بله، فورا عاشقش می گردید. همچو رویش بود و همچو اخلاقش بود و جهان که گرویده کرد، یکی از نقاط اساسترین در قسمت تقوای خود رسول صلی الله علیه وسلم بود. بله. و دیگه اساسی از اخلاق بود. بسیار زیاد تشکر. ما هم باید کوشش بکنیم اما اخلاق پیامبر صلی الله علیه و سلم برای ما تعلیم داده، باید یک یک کوشش بکنیم، از آن خود بکنیم تا ما در این وقت زمان هم امو دعوتی را که پیامبر پیش برده بود بتانیم پیش ببریم در دنیا. یک وقت کوتاه دوباره برمیگردیم و انشالله بخش اخیر برنامه باقی است. برگشتیم دوستای عزیز، بخش اخیر برنامه است. ما در این بخش میخوایم بپرسم جناب یاسینی صاحبی که او عظمت و بزرگی که از پیامبر صلی الله علیه از اخلاق پیامبر صلی الله علیه و سلم را شما بیان کردید، چگونه ما میتونیم که به او اخلاق بسیار بزرگ اقتدا بکنیم و او اخلاق به خود در وجود خود عملی بسازیم؟ در قسمت مطالعه اخلاق سیدنا رسول صلی الله علیه وسلم میپرد او میگه اقتداء به اخلاق رسول الله صلی الله علیه وسلم. چند چیزی را به سرعت خدمت شنوندگان و بینندگان محترم عرض میکنیم. بفرمایید. یکی که تأثیرات اخلاق در حقیقت و در حیات و هیکل مبارک رسول صلی الله علیه وسلم و منظر مبارکشان چی بوده؟ بله. اول از نقاء سب، پاکی لباسش. بله. لباسش بسیار همیشه پاک می بود و یکی از اجزای اخلاق است. بله. با اهل خود رابطهش عرض کردم در برنامه سابقم، خیرکم خیرکم لأهلی و انا خیرم لأهلی، من بهترین شما هستم با اهل خود و خیر شما امی است که بهترین باشه برای اهل و عیال خود. بله. خانواده و فامیل. بله. نهی عن سب به معنی که از شتم و از فاش گفتن العیاذ بالله قطع انتهی بود و ایزی معصوم بود که یک کلمه شنیعه، کلمه سخته، نه برای نزدیک خود که برای باز مردم از نزدیکا استعمال میکنه. بله. من باب المزح و نه برای دشمن خود هیچ وقت زبان شنیعه استعمال نکرده. بله. گپی دیگه کسان هیچ وقت در مسافه ها و مکالمه خود قطع نمی کرد. پای خدا هیچ وقت در مجلس دراز نمی کرد. در مجلس که بسشی می آورد در آخر مجلس می شد. بله. شجاع بود. شجاع نمی که سخی بود. دستش بسیار دراز بود. بله. و در رمضان مثل دیه واری که امیو صدقه می داد و درجی بود. خدمت خدا خودش می کرد. در جایی که مقدور بود. بله. خدمت خدا خودش میکرد. حتی وقت سیدتنا عایشه رضی الله تعالی عنها مادر مؤمن کمک هم کرده که در جمع جور کردن خانه خود ای کار کرده. کاری که شروع میکرد از نهایت تزی مطمئن میکرد که ای کار با نهایت برسانم. بله. به آخر برسانم. بله. مشوره صحابه خدا میگرفت و ثابت بود الان مبدع کار، هر چیزی که برش جامعه جاهلی و قریش مکه پیشنهاد کرد که شما از این مشن خودت و از این کار خودت که پیغمبری و اسلام تیر شد، من اگر زواج میخوایی، اگر پول میخوایی، اگر پادشاهی میخوایی، اگر سوغات میخوایی، اگر دار و ندار دیگر میخوایی، ما برتان میدیم. بله. و این تنها دیگر نبود جناب استاز، این یک اخلاق قرآنی که قرآن برزی اموخته، دیگه یک چیزایی بودن که ای در فطرت حضور صلی الله علیه و سلم بود. حلف الفضول، عربا در خانه عبدالله بن ابن جدعان یک جای شدن قبل از اسلام. قبل از اسلام حضور صلی الله علیه و سلم 25 ساله بود که ما از یتیم میباشن، از مظلوم ما دفاع میکنیم. یک کسی یمنی آمده بود، اینجا پولیش کسی حیف و مل کرده بود در مکه المکرمه
در خانه عبدالله ابن جنان جمع شدن و یک رول بسیار بارز حضور صلی الله علیه وسلم در او داشت. بله. و بعد از بعثت از او پرسان شد که شما حلف الفضول کرده بودین، تریتی که میگه در انگلیسی. بله. گفت که اگر آل میتونه یک چیز میایه ما قسمت از او خواهد باشیم، ما در او باید شریک باشیم. بله. یعنی کار میکرد، امانت داشت، امانت دار بود. قصه حجر اسود که ما میگیم که حجر اسود که بالا مان در کنج کعبه شریف امین بود، و کان صادق الامین. بله. و این فطرتا پروردگار خلقت بود که تمام خوبی های اخلاق در وجودش طبیعتا لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. بله. یعنی یک اسوه حسنه برای تمام مایان ماست، برای دیگران ماست که از او پند بگیریم و از او و به او اقتدا بکنیم. اقتدا بکنیم. بسیار زیاد تشکر جناب یاسین صاحب محترم. دوستای عزیز، واقعا اخلاق پیامبر صلی الله علیه و سلم، نکاتی را که یاسین صاحب اشاره کردن، همه اینها نکاتی است که باید ما هر یکی از ایره به عملی کردنش کوشش بکنیم، تا ای که خود و جامعه را از این بحران و از این مشکلاتی را که ما داریم امروز سپری میکنیم بیرون بکشیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم در ارتباط به اخلاق میگوید که بهترین شما کسی است که از لحاظ اخلاق بهتر باشه. بنان به همی امید شما را به خداوند یکتا و یگانه میسپاریم و کوشش میکنیم که اخلاق پیامبر صلی الله علیه و سلم در وجود خود عملی بکنیم. خداوند یار و نگهدارتان باشه.